سلام بینندگان عزیز، در استودیو نخست نمایش برنامه احساس، افکار و رفتار. با شما من مریم دولتوه هستم و روانشناس محمود کبیری. موضوع امروزه ما محبت است. محبت چیست؟ برای چه شاعران ما تمام عمر در باره محبت می سرایند. تمام انسان ها در آرزوی محبت هستند، محصول محبت هستند، ولی ما آیا به درجه باید و شاید چی بودن محبت را می دانیم؟ و خاصا محبتی که بین دو جنس است، محبتی بین زن و مرد. شما چی میگید؟ شما سخن گفتید، یک گویو که زندگی دوره که محبت احساس میکردم از پیش نظرم گذشت و شاید حالا بینندگان گرامی شاید در اندیشه افتادند که کدام وقت این احسان محبت را داشتند. بله، واقعا احسان است محبت. احسان است. برای همین شاید مقصد ما هم باشد که همون محبت در قلب آنها بیدار سازیم. بله. و اگر محبت باز در موقع و در موردش باشد، که از آن جمله وقتی که در داخل اویله هست و وقتی که اون بعدی به شکل رسمی همزیست شدنی زن و مرد، شاید باز ضرورت اون زمان احساس کرده میشد. بله، مهم اون است که مردم ما طبیعتا آدمیزاد محبت رو همیشه آرزو میکند و اکثرا محبت رو از دیگران انتظاریم، ولی برای دادن محبت نه همیشه خودمون همون قابلیت رو یا داریم یا در ما این ملکه ها رو شاید تربیه نکردن در اویله و حالت می شود که همیشه آدمون انگامی که آزرده می شوند دل شکسته می شوند، میگن او مرا دوست نمی دارد. و چرا چنین حالت روی می داده باشد؟ البته اگر که ما بینیم محبت چیزی خاصی انسان است، مثلا تکنولوژی حاضره اینقدر ربات های از آدم با قوتر در مسئله ذهن و در مسئله دیگر کارهای جسمی یا که تحلیلی، ولی بینید در همون ربات ها محبت را ساخته نمی توانند. بله. احساس محبت آنها ندارند، هرچند که شاید یک رفتارهایی کند که به شکل روی رو دیگر کردن یا که قافیه رو دیگر شود که ما فهمیم که از اون احساسات و حساسیتی هست، ولی به هر حال محبت چیزی ساختنی نیست. و بینید به عالم حیوان هم خاص نیست، هرچند که بعضی چیزهای غریزوی اینستینکتیوی دارد. بله بله بله، در عالم حیوانات واقعا غریزه ها است که ما از چشم انسانی وقتی که می نگریم این تخیل ماست که ما با اون محبت نمی گذاریم. بله، در اصل اینها غریزه ها هستند، یک چیزی است که در باطن او گذاشته شده است. و بینید علم با اون درجه آمد که محبت حیوانی رو درک کرد، یعنی که اون از حساب گرمان ها بوده است. بله. از حساب ماده های خیمیاوی که در نهاد انسان هم از آن جمله این ماده ها پیدا می شود. اصلا اگر از این نقطه نظر گیریم، همین دوره های زندگی انسان با محبت هر گونه مناسبت می کند، وابسته با اون که ان همین گرمان ها در کدام حالت هستند. در دوره جوانی از 14 بالا شما کتابی بستین خوب می دونید که این غلیان گرمان ها است و در این دوره احساساتی در جسم انسان با وجود میاد که اصلا و تاثیر گرمان ها است. درست. این هنوز غریزه هم نیست، هنوز محبت هم نیست، هیچ چیز هم نیست، یک مایل یک جذب با جنس دیگر است. ولی اگر که در این دوره ما احتیاط نکنیم، ما فرزندمون رو پیشکی آگاه کرده که نباشه، فرزند میتواند راهگم زند ان همین احساسات رو، همین جنبش گرمان ها رو همچون محبت قبول کند. ما هم کدام آدمی کلان سال هم حاضر این زینه ها رو گذشته است و ما میدونیم که چخیل احساسات انسان و همون گرمان هایی که مقداری نهایت کم هستند، احساسات عجیبی در سرشت بله، انسان بله. با وجود میبینند. بله. یک خروش، یک جوشش، بله، یک بله. احساسات عموما درک دنیا دیگر میشد. من وقتی که یک چیز فهمیدم، بسیار در همین اسراری مرد و زن بسیار به حیرت آمدم، فهمیدم که همگی دو گرمان معین میکرده است که مرد باشد یا زن.
بله از زن ها بله. گویم که هم استروژن و از مرد ها همون اندروژن بله بله میگه بله. همگی دو هورمون در سریشت انسان دیگرگونی ها می آورند بله پس باید همین حالتی که بعضی نورس ها بعضی جوان ها در خروش همین گرمانی می خواهند آیله برپا کنند فکر میکنم که شاید خطا باشد واقعا درست است گپ دسر اون است که برای آیله برپا کردن پنج نمود کمالات باید باشد کمالات جنسی جسمانی اقتصادی ذهنی و اجتماعی اگر انسان این پنج کمالات رو در خود هنوز ظاهر نکرده باشد او هنگامی که به اینها میخواهد آیله بنیاد کند میتواند ناکام شود بخاطر اینکه در آیله میتواند بسیار مشکلات با وجود بیاید زیرا انسان برای بنیاد کردن آیله هنوز آماده نیست همین مسئولیت ها رو تا کمالات نباشد مسئولیت شناسی نیست شاید مثلا اودیتر کرده گویم پیش برای اینکه آیله دار شود مثلا پسر باید جای کار داشته باشد درآمد داشته بله و خانه جدا داشته بله باشد بله اینو کمالات اقتصادی هست من یک چیز یادآور شدنی هستم که چنین بود که یک وقتا مردم میخواستن خانه ها بسازن و خانه های یک آشیانه ولی از طرف حکومت یک اقدام شد که خانه باید کمی کم دو آشیانه باشد همین توانستن کو توانستن میشود است میشود است یعنی که این در یک چارچوبه بیاریم و انسان امکانات های گویم که ذهنی و عقلی و احساساتی خود اگر دیگر کند شاید میتوانست این کار را کردن میتواند مهم است مهم اون است که انسان در همه حالات اگر همون کمالات باشد مثلا کمالات ذهنی و کمالات اجتماعی باشد انسان میداند آدمی که به کمال رسیده میداند که آیله چیست یعنی برای آیله منزل لازم است سر یعنی بالای باید بام داشته باشد خانه و مناسبت کمالات اجتماعی چیز دیگر میدهد آیله انسانی که به کمالات اجتماعی رسیده است از این دیگر کامل است او میداند که مناسبت چگونه میشود یعنی مناسبت ها مسئولیت ها دارند که هر کس محبت رو به طرز خودش میبیند وابسته به سن و سال وابسته به جنس وابسته به امیدهای اجتماعی که دارند برای کودک محبت پدر مادر مهم است برای جوان عاشق محبت جانانه اش مهم است برای آدم کلانسال محبت فرزنداش مهم است ولی چگونه چی باید کرد که ما طرز زندگی کنیم که همین محبت به زندگی ما نور اضافه کند اون رو روشن کند زیرا محبت در واقع نور است محبت نیرو است هر کاری که از در زمینه محبت اجرا کرده می شود اون کار فیض و برکت دیگر دارد او از جرایون کار خود انسان قوت زیاد می گیرد البته علم به بسیار چیزها روشنی انداخته است مثلا وقتی که ما حاضر آشکار کردیم که محبتی اکثری نورسان اکثری جوانان که یک محبت یک کشیش به جنس مقابل در آنها پیدا می شود این حساب گرمان ها بود است و یکی از وظیفه های مثلا نورسان جوانان این است که همین محبت در اداره گیرند یعنی که در زیر نظارت گیرند اداره کردن توانند البته این خیلی مشکل است خیلی البته برای این دو چیز در کار است که کسانی که حتی میگویند که از عشق سین سالی رفته هزار گفته بعضی حالا بله. یک سخنی هم هست که شاید به کسانی همین دخل دارد که عشق پیری باید دل برسوی برد شاید که کسانی هستن که در این حالت گرفتارند ولی محمد شنان قدر می شود که حتی من یک روز حدیث پیغمبر گرامی را خوندم می گوید که هر کی با محبت از این دنیا رود آتش دوزخ رو نمی سوزد بسیار قدر کرده می شود چون که محبت از محبت رحمانی است بله یعنی که محبت از چیزی قواهای بد بودن نمیتواند بله پس از این برمیاد که این حالتی که هست چیکار کردن نکار البته دو چیز لازم است یکی اطلاعات گرفتن مثلا ما میدونیم که معلومات داشتن یا که دانشی محبتی همین سن سال یا که دانشی محبتی تنی را داشتن و دویم البته تعلیم است یعنی که از اون که در آیله زندگی میکند و با چشم خود میبیند با گوش خود میشنود از تجربه های مثلا آیله خود یا همسایه های خود میفهمد این یک تعلیمی است که شاید همین اطلاعات
بچی به سبب اون شود که اداره کرده تواند و فکر میکنم که حالا همین برنامه ما هم یک منبع اطلاعات یک منبع تعلیم میشد به کسایی که گوش میکنند و خوب میشد اون اویله ها اون کسانی که در این حالت ها گرفتارند به یکدیگر حالا زنگ زنند تلفن کنند یکدیگر رو خبر کنند که چنین برنامه رفته است بسیار چیزی مهمه بله. ما میخواهیم که اونا مرهم کنیم حل کنیم و اون رو به سمت درست روان سازیم و البته محبت محبتی احساسی محبتی که از مثلا محبتی تنی این اعصاب گرمانی باشد و ضرورت آن در خود داروهای کیمیایی یا خیمیایی بدن ما است محبت احساسی باشد این محبت محبت مغز راست است وقتی که مثلا شعار این محبت خودی ابو عبدالله رودکی هنوز هزار چند صد سال پیش گفته بود که هیچ شادی نیست در این جهان برتر از دیدار روی دوستان یعنی که دیدن دوست دیدن کسانی که همراهی آنها زندگی می‌کنند در این حالت دوست همون اویله می شود همون کسایی که با آنها رفت آمد میکنند مثلا من دیدم که بعضی جوان ها بعضی نورس ها عموما ما گذشته می خواهیم در یک سنی سالی می خواهیم دوگانه یا دوست یا رفیق یا جوره داشته باشیم بله. اگر نهاد همین مناسبت را بینیم این هم محبت کفتن است حتما است حلاوت احساسی گرفتن است بله بله واقعا درست است اصلا من گمان میکنم که یکی از مشکلات آدمیزاد اون است که ما ملکه های تربیه محبت رو در فرزند فراموش کردیم یا گم کردیم زیرا محبت برقرار میسازد بله آمادگی میخواهد البته چون وقتی که مثلا کودک نمیتوند کودک 16 ساله کودک است و هنوز ولی خودش همین نوراسون یک مشکل سخت دارن که خودشون رو کلانسولش میکنن میخوان که اونها رو همچه کلانسول اعتراف کنند ولی جامعه اونها رو همچه کلانسول قبول نمیکنند و از اینجا خروش های در همین دوره سر میزنند این دوره دوره است که اون کودک از روی بدنی آمدنش به مکتب محبت باید وارد شود و اویله باید مکتب محبت باشد و از روز اول وقتی که کودک رو به محبت با محبت تربیه میکنند این معنی ارکه کردن ندارد این معنی نوز پرورد کردن کودک رو ندارد این و همه چیزی که خودت شما گفتید انسان باید محبت رو احساسات خودش رو خود محبت باشد خود احساسات دیگر اداره کردن رو یاد گیرد ان همین ملکه محبت رو به کودک آموزاندن ان همین چیز است اداره کردن احساسات مثلا کودک غش میکند یک چیزی میخواهد کودک 3 ساله اونو به اون کودک دادن ممکن نیست زیرا بیمار میشود ضرر دارد گلش درد میکند پدر مادری که از مکتب محبت درس گرفتند اونها این رو آرامانه به کودک فهمانده میتوانند صبر طاقتشان میرسد که بارها به کودک گویند و به عوض این کودک به عوض اون چیزی که ضررناک است به کودک یک چیز فایدناک تیان همون لحظه که کودک غش نکند اسیان نکند ولی پدر و مادری که خودشان مکتب محبت نه آموختند میتونند نسبت کودک جبر کنند من گفتم نمیخوری تمام و کودک اینجا ضربه روانی میگیرد ما میدونیم که همه ما از دوره کودکی همون از بنیاد کودکی بسیار چیزها رو به خود به عالم کلان میبریم به اویله خودمون میبریم به جهان دیگر میبریم از همون هرچی هست از دوره کودکی است و اگر که انهمین ملکه ها رو در زمینه کودک از روز به دنیا آمدنش قدم به قدم شما خوب میدونید که تربیه 3 دوره بسیار بزرگ دارد مثلا 3 سال اول اگر که دوره درون رحمی رو صرف نظر کنیم 3 سال اول بعد تا 12 سالگی بعد از 12 سالگی یا 14 سالگی هر کدام کار خیلی است و بس با جمعه است تا 20 سالگی این 3 دوره هستند که در هر دوره مناسبت پدر و مادر برنامه ریزی می شود بله مناسبت پدر و مادر با فرزند دیگر می شود باید دیگر شود زیرا که خود کودک دیگر می شود البته بله. مناسبتی که در بله. کودکی بود در نورسی بله. نیازهایش دیگر می شوند و پدر مادری که با محبت خاندار می شوند و می خواهند که فرزندی مسئولیت فرزندان رو می دانند این چیزها رو می آموزند شما درست قید کرده ولی من می خواستم از آن گویم که البته موقعی دیدی شما همچون حس کردم که همچون یک نقطه نظری کسبی هست ولی آلوده به احساساتی جنسی لطیف است من میخواستم که کمتر باشد 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 یعنی که موقع دیگر را کمتر چی کنم که حقیقت بعضا همون یک جست است یک
گویم که قوی قبیلن یا که یک انتظام یک چیزی گرفتن بعضی حالات من فکر میکنم که ضرورت هست چون که من به یک چیز روبرو شدم و دیدم و در کارهای خودم هم دیدم که بسیار نورسان اطلاعات ناکیشون که بقوت که هست بعضی حالات مناسبتی که ما و یا اگر درست نکنیم و یا با دروغ گفتن و فریب کردن کسی تربیت کننده و کردن اون خواست و کارهایی که در همون رویش و دورشون هست همون رو میکنن و یک گویم که ضرورتی سختگیری درست است در چی پیدا میشود در همه وقتی تربیت چون که وقتی که وای اگر باز تربیت اگر موافق نباشد وای میتواند که در نهاد همون تربیت شونده درویگی پیدا شود بله بله ورخان انتظام بخش محبت است محبت وقتی ما محبت میگیم این محبت تنها از نوازش های عبارت نیست انتظام رعایت کردن قاعده ها به خاطر اولش به خاطر نگاه داشتن ترتیب در داخل آیله دویمش به خاطر احترام آنهایی که این ترتیب را به وجود آوردند به خاطر احترام دیگر اعضایان آیله این یکی از بخش‌های خیلی مهم محبت است خصوصا در داخل آیله و عموما در جامعه به انتظام ما راه اندازی کردن نمیتوانیم یکان کارمون را یک ضرورتی چرچوبه بله، بله. معینی انا بله، بله. محبت بودنش درست بله. ضرورت ولی بله انتظام اگر که با واسطه محبت است اگر که بنیاد انتظام محبت است اون طرز جوری کرده می شود که اون به جبر تبدیل نمی یابد انتظام مثلا در انتظام حربی از انتظام داخل آیله باید فرق داشته باشد حتی انتظام حربی هم باید در داخل زمینش باید محبت باشد زیرا مثلا در نظام ساختاری در قدرتی اونجا نظام درشتر است انتظام یک شرط اساسی ترکیبی ساختار است و اونجا فرمان یکی از رکن‌های انتظامی ساختار است ولی در آیله باید فرمان نباشد باید دستور و راهنمایی باشد و مصلحت باشد بله مصلحت ولی وقتی بله و هنگامی که ما در آیله انتظام میگیم ما باید نقطه نظر طلبات همون کودک رو نو بسته به سن سالش و کودک 3 ماه است یا کودک 3 سال است یا کودک 15 سال است ما باید اون رو دانیم پدر مادر باید دانن که فرزند چی میخواهد و اگر که من حالا قدرت اجرا کردن طلبات رو نداشته باشم من باید سببش رو فهمونم و گویم که شرط بوزه همین است برادر جان حالا امروز این خیلی است میشود زمانی که امکان شد و فرزندان ما یک کم دی اکثر اوله ها را ما وقتی که تحلیل میکنیم میبینم که برای چه پشت پدر و مادر رو فکر میکنن که فرزندان آنها رو از پدر و مادران کمتر دوست میدارن حالا که فرزندان در اکثر حالت ها پدر و مادران رو خیلی و خیلی دوست میدارن زیاده از آن که خود پدر و مادر آنها رو دوست میدارد و آنها به خاطر احساس و حس کردن بله 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 و آنها برای گذشت کردن همیشه آماده هستند فقط شرط گذشت کردن رو با فرزند فهموندن لازم است درست خیلی بسیار ناز گفتید لیک نازو که بایادم اومد مثلا همه وقت موقع مادر در آیله گویم که مهرانه است و مهر آلوده است موقع پدر گویم که مهر در درون باشد لیکن ظاهر نمیشه ظاهرش گویم که سختگیری هست سببش شما بدانید محبت مادر غریزوی است البته اداره کردن مادر محبت مادر اداره کردن مشکل تر است از اداره کردن محبت پدر چون محبت پدر تربیوی است تربیه اجتماعی است پدر مثلا نه همیشه میتواند کودک به دنیا نامده را دوست دارد برای مهم است که کودک را بیند درک کند حالا هستن مثلا جوانان نظر جوانان به زندگی دیگر خیلی تر است جوانان هستن که هنگامی که کودک در بطن مادر است با کودکشان صحبت میکنند این انامون اومودگی اجتماعی پدر است البته بسیار درست قید کردید یک علم نو برآمده است دینتیکا و اون در باره این همه تربیه بطن مادر میگوید و من دیدم که در فرهنگی تاجیکی ما هم از اون جمله فرهنگی معنوی دینی که در ما هست در همین مسئله دقت می دهند بله، بله، بله. یعنی که در حالت های حامله دار شدن یک نماز مخصوص بوده است یک مناجات مخصوص بوده است یک مناسبت بوده است یک باطن که مادر را تیار می کرده است و همین دینی که اثبات کرد که
هر زمان رفتاری پدر و مادر می توانستند که تاثیراتی روحی و روانی و حتی فیزیولوژی و آناتومی به کودک رسانند. بله بله. و اینا اثبات کردن که با گرمان هایی که مثلا ما سال های آخر می بینیم که کودک تولد می شد و می گویند که به زبان بسیار مردمی چربنای دولینی فشار کاسخانه درون سر کودک میگن و اینا مردم میگویند وقتی که میگن چربنای گفته خیلی زیاد است و یک سببش ما این از تجربه خود میدونیم که یک سببش همین است که وقتی که زن حامل دور است حالت روانیش بسیار ناگوار است متشنج است در حالت های گوناگون اجتماعی و روانی و فیزیولوژی گوناگون قرار دارد و در همین حالت کم مراجعه میکنند به متخصصان به روانشناسان به دکتران محلی که حالت روانی آنها را شاید با دارو شاید با مصلحت شاید با دیگر راه های دیگر دیگرگون کنند و همون حالت که مکانیزمش چنین است که بندوبستش که در حالتی که ناگوار حالت روانی ناگوار است یک گرمان ادرنالین حاصل میشود است و اون ادرنالین در بعد مادر و اون در خونی کودک هم میرفته است و از اون جمله رکای سری همون کودک و رکای من بدن همون کودک تنگ میکرد است و چون کودک حتی در بطن مادر بسیار پازنیش بسیار تر است جنبشش بسیار تر است ناآرام است و تا اون که همین مقدار ادرنالین که بسیار وقت در حالت ترس پیدا می شود در حالت انگیزه احساسی منفی و دروغش البته محبت است و در این حالت کودک با همین بیماری علامت بیماری فشار درون کاسخانه سر به دنیا می آمد است. حالا ما با نظر نگیریم که مثلا استخوان کاسی زن اگر تنگ باشد اگر دختر ممکن نیست در خوردی رخید شود چون که استخوان کاسش میده می کند و مادران حاضر کسانی که ما را نگاه دارند بدانند که باید از ویتامین D تامین کنند چون که استخوان کاس وسیع تر می شد. حالت روانی دیگر اگر همون کودک چنانی باشد که پدر و مادر انتظاری آن نباشند یعنی تولد آن را